سلام و وقت بخیر، به برنامه خط کابل خوش آمدید. چرا با اندک ریزش باران سرک های کابل پر از آب می شود؟ رئیس جمهور گفته بود که با شهردار کابل خودش کار می کند، اما از نوز از نصف شهردار کابل هیچ خبر نیست. ضمن این که برنامه های خیلی کلان گرفته شده، اما از تطبیق آن هنوز خبر نیست. در برنامه شام امروز خط کابل به بررسی همین موارد می پردازیم و مهمانان هم در این برنامه آقای نثار احمد حبیبی غوری، رئیس تنظیف شهرداری کابل، و همچنان خانم ریحانه آزاد، عضو مجلس نمایندگان با ما هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین. آقای غوری، آنچه که در ابتدا پرسیدم، چرا با اندک ریزش سرک های کابل پر از آب می شود؟ تشکر. من گرچه این مسئله را زیاد توضیح دادم، خب به خاطر که هموطنان عزیز ذهنشان روشن باشه، اول باید یک معرفی بکنیم کابل. کابل با ماستر پلان سال 1357 که منظوری گرفت، در 13 سال حکومت قبلی جلالت مآب حامد کرزی به حالت ملغا قرار داشت. به پیشنهاد وزارت شهرسازی و منظوری ریاست جمهوری این ماستر پلان به تعلیق درآمد. از همون ماستر پلان سال 1357 30% در شهر کابل تطبیق شد. در این 30% که سرک ها ساخته شده، دریناژ ها ساخته شده و بعضی زابور ها و کانال های روی زمینی ساخته شده تا آب ها رهبری شده و تخلیه گاه پیدا بکنه، بعد از اینکه مناطق پلانی ختم میشه به مناطق غیر پلانی میرسه. طبیعتا در مناطق غیر پلانی کوچه هایی که حتی موتر رفته نمیتونه، جوی وجود نداره، دریناژ مدیریت نشده، کدام کانالی هم نیست، طبیعتا وقتی که باران زیاد شوه آب به جاده ها بالا میشه. چند نقطه محدودی ما آبگیر داریم. یکی از نقاط بسیار مهم شهر که همین ساحه ریاست تنظیف است که از 7 ناحیه شهر کابل آبهاش تجمع میکنه میاد در همین زابور وزیرآباد. این آب ذخیره گاهش چمن ببرک بود. در چمن ببرک ما ذخیره گاهی داشتیم که هم آبهای زیرزمینی را تغذیه میکرد و هم آب در اونجا تجمع میکرد. چمن ببرک چور شد و همین لحظه در حدود 70 یا 80 جریب زمین مهاجرینی کابل هم نیستن، واقعا مهاجر نیستن، اینا آمدن خیمگکا و دیوارای گلی رو ساختن در روی زو چمن، به اونجا آب تجمع نمیکنه. ما چند نقطه آبگیر در کابل داشتیم که کمک میکرد که هم آبهای سطحی رو تغذیه میکرد و هم در همونجا ذخیره میشد و در سرک ها تجمع نمیکرد. این مشکلی هست که در کابل وجود داره. گرچه سال گذشته ماستر پلان جدیدی شهر کابل منظوری گرفته و بعد از منظوری این ماستر پلان شهرولی کابل به شدت بالای اصلاح پلان های تفصیلی مناطق غیر پلانی کار میکنه تا مناطق غیر پلانی اصلاح شوند و حداقل رد آب های سطحی و دریناژ های زی مدیریت شوند. این اصلاح پلان های تفصیلی یا مناطق غیر پلانی که باید پلان اصلاحی داشته باشه کار یک روز، دو روز، یک سال نیست. آهسته آهسته باید پیش رفت تا این کابل کلان به منطقه پلانی تبدیل کرد و حداقل در مدیریت دریناژ ها و تطبیق پلان اصلاحی تفصیلی اقدام صورت بگیره. اما آقای غوری، مردم میگن که در طول 15 سال گذشته تعداد از شهرداران ما بی‌ظرفیت و گنگس بودن. قبول دارین که واقعا شهرداران ما در شهر کابل کار نکردن؟ شهرولی کابل تا جایی که در توانش بوده تلاش کرده در کابل. سرک های زیادی، سرک ها اسفالت شده، دریناژ ها درست شده و چندین کانال نو در شهر کابل احداث شده، اما بسنده نبوده. او توجهی خاصی که بعد به پایتخت صورت میگرفت واقعا صورت نگرفته. اما در رابطه که شهروال ها آمدن و همه انتصابی بودن و همه بر اساس یا مصلحت بوده یا تصمیم مقامات عالی دولت بوده، یک کس آمده شهروال شده یک سال، یک شهروال به یک سال پلان های کاری خود تنظیم کرده نمیتونه. بنان مطابق به قانون اساسی اگر شهرولی پایتخت انتخابی شوه، باز شهروال یک سال پلان ترتیب میکنه، 4 سال دیگه پلان خود تطبیق میکنه. هر شهروالی که آمده مگر پلان واحد
وجود نداره در شهرداری کابل که حالا هر شهردار بیه اونم پلان پیش ببره، نه اینکه پلان سازی هر سال آقا تنظیم میشه. هر سال ما در شهرداری کابل استراتژی داریم، پالیسی داریم، برنامه سازی داریم، اما برنامه های کاری یک سال در هم آغاز یک سال، مثلا حالی که از ماه جدی سال مالی شروع میشه، در ماه جدی تمام برنامه های کاری خود شهرداری کابل میته و بعد از منظوری بودجه عادی و بودجه انکشافی خود مصرفش شروع میکنه. ما میپذیریم که بعضی کسایی که آمدن واقعا بسیار ضعیف بودن، نتونستن کار بکنن، اما دوست شاروال بسیار تلاش کردن در شهر کابل و سرک های بسیار خوبی اسفالت شد. اگر ما خواسته باشیم که بگیم کابل ما به 5 سال میسازیم تا به 10 سال میسازیم، این دامنه های کوهی کابل که بیش از 500-600 هزار خانواده در این دامنه ها زندگی میکنن، خیلی مشکل است تا پلان اصلاحی تفصیلی یک شهر مانند کابل تنظیم شود و تطبیق شود. همه تلاش ها در شهرولی وجود داشته، هر کسی که مسئول بوده به خاطر بهبودی کار، به خاطر بهبودی وضعیتی آسایش و آرامش مردم تلاش کرده، اما یکی کابل یک شهر کلان 6 میلیونی هست، خدمات رسانی در یک شهر 6 میلیونی کار آسانی نیست، ظرفیت ها تا هنوز بسیار پایین هست، ما ظرفیت نیروی انسانی ما بسیار کم است، ظرفیت نیروی ماشینری ما بی نهایت کم است. شما کابل با شهر انقره که یک شهر کاملا پلانی است مقایسه بکنین، در اونجا 5 میلیون جمعیت زندگی میکنه، 35500 نفر در شهرولیش کار میکنه، اما ما در شهرولی کابل با 6 میلیون جمعیت 8000 نفر پرسنل داریم که از اون جمله 3600 نفرش کارگر تنظیفی است. مشکل است در یک پایتخت کشور که 6 میلیون جمعیت زندگی میکنه با همچی یک ظرفیت پایینی همه خدمات رسانی رو به میلی شهرانداش. حالا چه کسانه باید ظرفیت سازی انسانی بکنن اینجا، نیرو اضافه بکنن، 8500 نه بلکه 17000 بسازن؟ ای ضرورت است، ضرورت مبرم جامعه است. شهرولی ها با رفرم نمیشه که پرسنل کم بکنیم. من یک وقت دیگه هم یک دوست ما مصاحبه کرد که تنظیف باید رفرم بکنیم، تعداد پرسنل کم بکنیم، کامپیوتراز بسازیم تنظیف. من همون وقت گفتم که با کامپیوتر کابل پاک نمیشه. کابل یک شهر متفاوت است. کابل شهری است که 60% انتقالات ما رو لوش تشکیل میده. بنابراین کامپیوتر نمیتونه جوی ها رو پاک بکنه، بیل میتونه کار بکنه. و در تمام شهرهای دنیا دیگه بیلی وجود نداره در تنظیف. مردمش با شهر خود همکاری میکنن، اما مواد زائد خود در جای معین میگذارن، اما در کابل کاملا متفاوت است. شکر. خانم آزاد، شما میبینین ممکن از دفترتان تا اینجا که آمدین با چند دند آب حتی در سرکهای کابل برخورده باشین، مقصر چه کسانه هستن؟ رئیس جمهور، رئیس اجرایه، اینها کسانه بودن که وعده بهبودی وضعیت شهر کابل را بر مردم داده بودن، اما شما میبینین که وضعیت شهر کابل نسبت به گذشته از این که بهبود پیدا بکنه بدتر شده است. تشکر. در قدم نخست سلام و احترامات خود خدمت شما و میمان محترم شما و بینندگان عزیز تقدیم میدارم. البته مقصری اصلی ما فکر میکنم که حکومت و بخصوص اداره شهروالی هست و ما احترامی که به جناب رئیس صاحب دارم و اینا گفتن که ما پلان دارم سالانه مثلا سالوار و همچنین باید پلان دراز مدت داشته باشیم، ما فکر میکنم که متاسفانه در 15 سال بین حقیقت را بپذیریم، حقیقت تلخ است ولی حقیقت هست و اینا نتانستن کاری برای مردم افغانستان بکنه و بودجه یعنی گفته که در شهروالی آمد اینا باید حداقل کارهایی را میکردن که امروز ما شاهدی حتی سرک های پخته ای در خود کابل نبودیم. اگر شهروالی ها در ولایت ها حتی رقمی که باید اینا توجه داشته باشه که نداره و تمام فوکس شهروالی و خصوص در خود شهر کابل هست و شما میبینین وضعیت شهر و حتی مردم عزیز افغانستان در چند روز در بارندگی و سرک ها را اونقدر گرفته که وقت شما موترها تیر میشه در این فکر میکنین که از دریا تیر میشه و حتی اکثر موترهای خرد بند میمانه و این خودش نشان دهنده از یک چقدر به ظرفیت و به کیفیت بوده شهروالی و همچنین مرقمی که شما در اول صحبت های خیاد کردین که شخص رئیس جمهور در صحبت های خود گفتن که ما خودم شخصا با اداره شهروالی همکاری میکنم و حتی اداره را انتخابی میسازم. متاسفانه هم رئیس اجرایه و هم رئیس جمهور ما همیشه شعارها دادن و شعارهای خود هیچ وقت به عمل تبدیل نکردن. یک از دلایلی که
مردم از حکومت نفرت پیدا کرده و ملت از حکومت دور شده. دلایلش می بوده که اینا بسیار دروغا گفته و حتی هیچ وقت عمل نکردند. که امروز اگر امی وعده های بر مردم داده بود به عمل تبدیل میکرد، ما در این وضعیت نبودیم. ای به کیفیتی شاروال، ما به فکر نم به کیفیتی خود شخص شاروال و همچنین اداره شاروالی و همچنین حکومت که اینا را باید اون رقمی که رئیس فرمود که ما تخصیص ما یا همچنین تشکیل ما بسیار کم است، باید ما تشکیل توجه جدی برای تشکیل کنه حکومت و این اداره را باید از این حالتی که داره بکشن. متاسفانه شهر کابل یک کیلومتر سرک تا $1,000,000 ساخته می شود، اما دشمن قیر و سرک آب است. هیچ شهردار به جرم اینکه فاسد بوده، فساد کرده، قراردادها را در او فساد صورت گرفته به دادگاه کشانده نشده است. چرا از فضل کریم ایماق که در اداره انتقالی و موقت آقای حامد کرزی شهردار بودند تا غلام سخی نورزاد تا آقای اهدی و آقای یونس نوندیش به دادگاه کشانده نمیشن و برای مردم افغانستان پاسخ نمیتن که چرا این گونه است وضعیت شهر کابل؟ با توجه به حرف های آقای غوری که گفتن ماستر پلان تطبیق نشد در دوره حکومت آقای کرزی، ما فکر میکنم که ما سر از این نقطه میخواستم بیم که یک حکومتی که متاسفانه نتانیست حداقل مردم افغانستان یک باور خاص برای از اینا داشت که بتانه به پنجه قانون اشخاصی که واقعا دزدی کرده و مال از این مردم را باید به پنجه قانون سپرده شونه که حتی نامنش کابل بانک بود. اینا نتانیست که در اولین شما شاهد ازی بودین وقتی که آمد رئیس جمهور و اولین شعار داد و حتی همین مسئله در اولویت کاری خود گرفت که شما شاهد از او بودین، نتانیست. و دومیم نه بلکه تنها اداره شاروالی بلکه خیلی ادارات دیگه بوده که مثلا مثل کابل بانک و اشخاص و حتی وزیر مالی قبلی و اینا همه ایشان متهم هستند، بخصوص در پیسه کابل بانک مشخص سرمایه مردم است. چی رسد به ای که ما در ادارات کسایی که واقعا عیف و مایل شده اینا را به پنجه قانون بسپاره، حتی کابل بانک نتانستن. و این خودش نشاندنده ازیه که در افغانستان متاسفانه مافیا و بخصوص اشخاصی که زورمند و زورمندتر شده میره و سیاست و حکومت بیشتر دست مافیا است و اشخاص که قندلشان برای از وطن میسازن و هم درد میکشه و هم رنج میبره و نمیتونه، چون به خاطر از اینکه اینا نمیتونن و تمامی پست های کلیدی سری متاسفانه بدبختانه سری وکیل تقسیم است یا سری وزیر تقسیم است و سری ٹھیکه‌دارای قوم تقسیم است. وقتی که چنین باشه از چنین اداره شما توقع نداشته باشین. باید ما شایسته سالاری داشته باشیم که حداقل اشخاصی که به وطن دلش میسازه و جوابگو برای مردم باشه و امروز ما شاهد چنین سرکا و چنین وضعیت در افغانستان هستیم. چرا توجه جدی برای تنظیف خصوصا شهر کابل نشده؟ با توجه به این که میدانیم که اکثریت مردمی که در کابل زندگی میکنن فرهنگ شهرنشینی را نمیدانن. من نمیخوام امشب در برنامه شما در رابطه با فرهنگ و فرهنگ سازی و فرهنگ شهرنشینی صحبت بکنم، چون بسیار زیاد صحبت کردم تکراری میشه اگر حرف خود بگم. اما آنچه واقعا به شهرولی کابل ارتباط میگرفته به ارتباطی صحبت های جناب وکیل صاحب، ما اداره ای هستیم که تقریبا به شکل یک تصدی کار میکنیم، اداره خودکفا هستیم. ما پولی را که از کابل جمع میکنیم قطره قطره و بالاخره او را به مصرف میرسانیم. مصارفی که در شهرولی کابل میشه، پروژه سازی هایی که میشه، تا جایی که من شاهد هستم در سال هایی که من در شهرولی کار میکنم، 7 گروه تفتیش از 7 ارگان مختلف همیشه زیر نظارت دارن تمام برنامه های کاری شهرولی کابل. ای هم عادلانه نیست اگر بگیم در کابل هیچ کاری نشده. در کابل فعلا نزدیک به 6 میلیون اصل درخت غصب شده و همه سبز است. در کابل بیش از 550 کیلومتر سرک اساسی ساخته شده، بیش از 60 پارک تفریحی ساخته شده، بیش از 300-350 هزار متر مربع سنگفرش پیاده رو صورت گرفته، به ده ها کیلومتر درناج ها و جوچه های کنار جاده ها ساخته شده. اینا کارهای چشمگیری بوده، کارهای ساختمانی، کارهای سرکسازی، کارها یا ارائه خدمات شهری سقیلترین کارهای از در تمام شهرهای دنیا. اما دقیقا زمان که آب به سرک بلند میشه هم پیاده رو هم میبره، همه هم موضوع سرک همه حرف شده آب است. همین موضوع آب متوجه بحث دیگر هم این که آقای غوری همین شهردارهای کابل بودن که پارک ها را برشان هتل ساختن، این را هم فراموش نکنین. همین شهردارهای کابل بودند که
به شکل قراردادی با شرکت ها کار کردن و میلیون ها دلار گرفتن و همین شهردارهای فاسد شهر کابل بود که شما دیدین که صاحب میلیون ها دلار شدن، امروز فراری هستن و اکثریتشان در کابل یا در افغانستان نیستن. خب من شهرداری را بیاد ندارم که فراری باشه از کابل، همه شهروالهایی که بودن هستن. خب حالا ممکن زور داشته باشن اگر در خارج هستن، در اینجا زندگی به کابل رفت آمد دارن میان و اگر واقعا اونا جرمی کرده باشن حتما قانون از اونا بازپرس میکنه. اما میایم سر همون حرف شما که چرا آب بالا میاد. ما وقتی یک سرک دیزاین میکنیم در کنار سرک دو جویچه میسازیم که 50 سانت عرض و 60 سانت عمق از او است. او محاسبه انجینری میشه که در همین سرک نمیقدر آب گنجایش داره، نیم متر مکعب آب. اما شما میبینید دامنه های کوهی کابل که همه پایکوبی شده، قابلیت جذب آب و کوه ها دست داده، همه آب ها که بیان در سطح یک سرک پلانی طبیعتا در او جویچه جای نمیشن و هزاران متر مکعب آب به سرک پایین میاد. این مشکلات یا حوادث غیر مترقبه یا آب گرفتگی ها نه تنها در کابل، در بهترین شهرهای دنیا هم اتفاق افتاده. حتی در واشنگتن دی سی آب بالا آمد. اما همه ساله که اتفاق خب نمفته. ببینید ما 363 نقطه آبگیر داشتیم در کابل، او را آنقدر تقلیل دادیم فعلا به 11 محل و فعلا کار سری 11 محل هم کار جریان داره. تونست ما بی تفاوت باشیم. در زابور وزیرآباد که آب گرفتگی است، یک پروژه 18 میلیون دلاری بانک جهانی تطبیق میشه. پروژه های بانک جهانی با معیارها و استانداردهای جهانی ساخته میشه، پروژه غیر اختیاری از اونا. پروژه های غیر اختیاری به این معنی است که ما او را پروشازی نمی کنیم که باز اتهام ببندین شما رسانه ها که چاروالی خورد. خودی بانک پروشازی هست. آقای غوری که شما از چمن ببرک یاد کردین، شهردار کابل کجا بود کنجا خانه های غیر میاری ساخته شد؟ پلیس کابل کجا بود کنجا خانه های غیر میاری ساخته شد؟ شما میتونین در هر گوشه کابل زمین غصب بکنین در صورت که بر رئیس نایش $1,000 رشوت بدین. در هر گوشه کابل این کار کرده میتونین. فکر نمیکنین که واقعا تعداد از رؤسای ناحیه و شهردارها فاسد بودن که ما به این وضعیت افتادیم؟ من چون کارمند شهرولی هستم این اتهام ما به روسای شهرولی نمیبندم. بله. و من امیدوارم حقیقت مردم بود که حقیقت روزی برملا شود که کسانی که خیانت کردن به وطن، مجرم بودن، متهم هستن، جوابگو باشن به کار کرده خود. بله. اما چه باید چه برای شهر کابل تا اینکه بالاخره سرک که به قیمت $500,000 یا $1,000,000 یک کیلومترش اسفالت میشه، همون سرک از خطر آب نجات پیدا بکنه دیگه. من بیشتر گفتم که 11 محل آبگیر مانده. ما به شدت تلاش داریم تا مشکلات 11 محل هم حل شه و حل هم میشه. هر کار به یک دم یا به یک روز امکان پذیر نیست. وقتی ما از 363 نقطه آبگیر شهر کابل این را تقلیل دادیم به 11 محل، این 11 محل هم تنظیم میشه و مدیریت میشه. اما من میخوام این را بگویم که آب گرفتگی های کابل یک گپی بسیار معمولی هست و ما دلایل مقنعه بر ازی داریم، چون محل پلانی گنجایش جوی بسیار کم و آبی بسیار زیاد که بیاید طبیعتا آب بالا می آید روی سرک. ولی موجودیت خانه های خودسر، موجودیت ساختمان های بلند منزلی که به زور ساخته شد، غیر قانونی ساخته شد، غیر معیاری ساخته شد، اینا همه چالش ها و مشکلاتی بوده که در وطن ما جریان داره، هنوزم جریان داره. تشکر. خانم آزاد، چه کار شده برای شهر کابل بالاخره اینکه حالا مردم از این قدر که اذیت میشن نجات پیدا بکنن؟ آن هم 6 ماه یک سال یا 7 ماه یک سال در شهر کابل دقیقا همین وضعیت میباشه. بله، سوال من از جناب رئیس بیبویی است که جناب رئیس گفتن که یک چیز معمولی هست. ما فکر میکنم که این معمولی نیست، مردم افغانستان را بسیار به چالش جدی مواجه کرده. وظیفه شهروالی خیپس چی هست؟ وظیفه شهروالی دقیق می هست که دقل اینا باید پیشبینی داشته باشه، پیشبینی از رو داشته باشه که وقتی آب میه و مثلا از سرک ها بالا نشه و باید جای چی در نظر گرفته شوه و اینا. ما فکر میکنم با باور ما وظیفه جناب شهروالی هست و شهروالی باید اینا رو تمام در نظر داشته باشه و همه از اینا رو باید پیش از پیش و پلان ریزی داشته باشه که دقل مردم دچار مشکل و چالش نشوه. اما رقمی که مثلا متاسفانه میشه وقت در افغانستان حرفا زیاد زده میشه، وزیر مالیه حتی از کریدیت کارت های مردم افغانستان اتمالی با بسیار تکس بالا گرفت و ما باور داریم که شهروالی ها رقمی که
از مردم افغانستان با این وضعیتی که اینا زندگی میکنه و حتی حاضر هستن که برای ازنا بپردازه، ولی به خاطر ازی است که حداقل راحت زندگی کنه و حداقل امی تمامی مسائل اولویه برایشان آماده شونه، که شما شاهد ازی هستین که در این روزا واقعا در سرکا چی میگذره، حتی اگر اشتکای خود باشه نمیتونه از اونجا بگذره و حتی ایرم خطر ازی هم هست که تا اشتکارا و ببره، و این خودش نشان دهنده ازی است که متاسفانه اینا یک پلان درست و پلان دراز مدت و استراتژیکی، یک پلان منظم نداشته و باید را بپذیرن و حداقل به خاطر از اینکه از این جلوگیری شوه، ما خواهش میکنم از این تریبون صدا میکنم که اینا بپذیرن که مسئولیت سر دوش شانه از اینا هست و اینا این مسئولیت بپذیرن و قبول بکنن که حداقل کمکاری کردن که پیش از این نشده، و بعد از این در پلان جدی در نظر بگیره که حداقل مردم از این مشکل در سالهای آینده رنج نبرن. تشکر آقای غنی. میشود برای چند سال محدود مشکل شهروندان کابل حالا حل شود؟ اولا خب من میخوام یک موضوع بسیار مهمی رو مطرح بکنم که شما رسانه ها سرش بحث بکنین و مسئولینش بخواین و بپرسین. حتما. کابل یگانه شهری است که در دنیا کانالیزاسیون نداره. شهری که کانالیزاسیون نداشته باشه، شریان های زیرزمینیش فعال نباشه، همیشه این مشکل می داشته باشه. اگر ما تمامی توانمندی خودم به خرج بدیم، باز هم شریان های زیرزمین که باز نباشه، طبیعتاً هم آب گرفتگی هست و هم فاضل آب هست و حتی این مبرز هایی که در دامن های کوهی است که را وقتی که به شمال داده میشه در سطح پایین شهر میاد، آلودگی های عجیبی به بار میاره. کانالیزاسیون مربوط شهرولی کابل نیست. یک اداره بسیار مستقلی مستحکم قوی به نام شرکتی آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان فعالیت داره که مسئولیتی کانالیزاسیون شهر کابل و تمام شهرهای افغانستان به عهده داره. تا زمانی که شریانهای زیرزمینی فعال نشوه، هیچ زمانی ما بدون آب گرفتگی نیستیم، هم آب هم فاضل آب و هم مشکلات عدیده دیگری. دریناج های شهر به نسبت غیر پلانی بودن اکثر نقاط شهر کابل، ماستر پلانش ترتیب نشده تا به حال. شهرولی کابل بسیار کوشش کرد تا ماستر پلان دریناج ها رو بسازه، اما ماستر پلان دریناج ها امکان نداره که ما در دامن های کوهی دریناج بسازیم. همه مردم دنیا میفهمن. و از همه مهمتر، شهرولی کابل تلاش داره چند کانال جدید حفر بکنه، کانال های روی زمینی که حداقل همین آب های سطحی که در بعض نقاط جمع میشن ای به این کانال ها راهنمایی شد. سپاسگزارم آقای غوری و خانم آزاد از حضورتان در خط کابل و تشکر از شما بینده ها که این برنامه را دنبال کردین. بعض از وقفه کوتاه همکارم رازق یار سر زده به برخی از روزنامه ها که تعدادشان را به خانش میگیره، اما حالا خدا نگهدار. سلام و وقت بخیر، من رازق یار هستم. شما بیننده مرور بر روزنامه ها و سایت های مهم خبری امروز هستید. روزنامه ها و سایت های امروز در کنار سایر مطالب به اخراج اجباری پناهجویان افغان از ترکیه و کشته شدن 7 پلیس در حمله خودی در کندهار اختصاص دادند. سایت خبری صدای آمریکا نگاشته مقامات امنیتی در ولایت کندهار میگویند که 3 پلیس محلی در این ولایت 7 همکار خود را کشتند و از ساحه فرار کردند. این مقامات میگوید که این رویداد در ولسوالی ارغنداب این ولایت صورت گرفته است. نیاز محمد مجاهد قمندان امنی ولسوالی ارغنداب به صدای آمریکا گفته 3 پلیس مهاجم که در حال پیره بودند بر 7 همکارشان حمله کردند و آنان را به قتل رساندند و از ساحه فرار کرده است. سایت خبری رادیو آزادی نگاشته سازمان عفو بین الملل از ترکیه میخواهد تا پناهجویان افغان را به صورت اجباری از آن کشور اخراج نکند. بر اساس گزارش ها ترکیه در همین هفته 3 تن از افغان ها را دوباره به افغانستان فرستادند. سازمان عفو بین الملل از اخراج اجباری این پناهجویان از سوی ترکیه نگرانی دارد. حوریان مصداق مسئول این سازمان در افغانستان به رادیو آزادی گفته از ترکیه خواستند تا با تمامی توافقنامه ها در مورد پناهجویان باید پابند بماند. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلب را به نشر رسانده تحت عنوان ترکیه مهاجران افغان را به وطنشان میفرستند تا با دهشت روبرو شوند. روزنامه نوشته است در همین هفته محافظان ساحلی ترکیه یک گروه افغان ها را که میخواستند به یونان بروند دستگیر نموده و درخواست پناهندگی آنها را در خاک ترکیه رد کردند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان قمندان عمومی قوای آمریکایی در افغانستان از بمباران شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندز شخصا معذرت خواست. با نوشته روزنامه معذرت خواهی جنرال جان نیکلسن بدون قید و شرط و صادقانه بوده و سفر وی با همسرش به نزد خانواده های قربانیان این رویداد نشان داد که در این معذرت خواهی یک عنصر شخصی هم وجود داشته. و نشریه سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانده تحت عنوان از مکاتب افغانستان نباید به حیث میدان جنگ استفاده شود. به نوشته نشریه به بیانیات رئیس جمهور اشرف غنی که در مراسم آغاز سال نو تعلیمی در افغانستان گفته قدرت تعلیم می تواند زندگی نسل نو افغانستان را تغییر بدهد کاملا درست است، اما این تنها در صورت ممکن می باشد که قوای امنیتی افغان از مکاتب به اهداف نظامی استفاده نکنند و بگذارد که شاگردان به صفوف درسی بروند. نشریه به یک راپور ملل متحد اشاره کرده که در سال 2015 بیش از 20 حادثه استفاده نظامی از مکاتب درج شده که در 15 آن قوای اردو و پلیس ملی افغان دخیل بودند. ممنون که با ما بودید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.